سلام به تمام عزیزانم و درود فراوان من بر یکایک ملت عزیزم. سخنان زیادی داریم درباره خیلی چیزا و واقعیت رو ما داریم بیان میکنیم. چرا؟ من یه ایرونیم، فقط ایرونیم، نه امریکاییم نه اروپاییم، من متعلق ملت ایرانم و عشقم ملتمه و میهنمه و به خاطر همینم با صداقت با تمامتون صحبت میکنم و ترسی از رب و وحشت ایکس و ایگرم ندارم، چون خودم قدرت خودم رو میدونم. من به تمام یکایک ملت ایران تبریک میگم که چنین سماجتی به خودتون دادین و نفس جمهوری اسلامی رو گرفتین. شک نکنین که این بیشرف ها رفتنی هم به زودی بدجوری. از این طرف هم داریم میبینیم که حتی به خاطر ترور ترامپ موفقیت نبودن دست خیلی ها رو شده، مخصوصا اوباما و حزب دموکرات. حالا سعی میکنن کارمون شکافی کنن که این مسئله ها رشد نکنه و ملت دنیا یعنی مردم دنیا متوجه نشن. باری رقابت نامشروع و نامردبازی در این شرایط به مرد میهن پرست با تمام وجودش با تمام سرمایهش میتونه عشق و زندگی کنه با زن و بچه هاش و نوه هاش حتی، ولی به عشق میهن ادامه میدم تا آخرش تا شارکش. ما میگیم تا شارک، اونم همینه گفت، چون متوجه است که ماها چی میگیم به گوشش میرسونن. I said to my kids, no drugs, no alcohol, no cigarettes. Raise your hands, kids. I promise Donald J. Trump that I will never take drugs. I don't want to say no alcohol, but take it easy on the alcohol, right? And you know what else? No cigarettes, right? All right, kids, come here. Come here. Come here. و اینجاست ما با تمام سختی ها و تمام ناملایمات در این جهان خفقان گرفته داریم می جنگیم و به عشق مردممون، به عشق میهنمون داریم قدم برمی داریم. میبینیم شاهزاده ما به هیچ وجه استاب نخواهد کرد تا شارگ مرگش هم هست و به هیچ وجه کوتاه نخواهد اومد، چون نمیتونه کوتاه بیاد، چون اینجاست که ملت پهلوی ها رو میشنسه و میدونن انسان های با شرف با وجود با قدرتی هستن. یک واقعیت تاریخی است، نوبت ایران رسیده دوستان. این فرصت رو نمیتوان از دست داد.
و تمام حرف من همیشه این بوده و همچنان هست که برای اینکه به موفقیت برسیم این اتحاد ملی یک امر ضروری و حیاتی و کلیدی است. طرز فکرشون دنیاییه، به روز پیش میره، با تکنولوژی پیش میره، نه مثل احمقا. از این طرف یارو رئیس جمهور شده داره میگه با چادر و روسری برین بیمارستان و دانشگاه و مردی که احمق، چرا اول حرفاتو رو عوض میکنیم؟ چرا با دروغ اومدین؟ اول با دروغ هم هستین مثلا. اون رهبر دیوستون به زودی کوفت قلقلی میشه، چی میشن؟ کوفت تبریزی میشه، به قول کامبیز خواهد شد و شما هم یکی یکی بغلش خواهیم دید. چنین شوتایی رو بالای پشتمون خودتون بودون مخ شما ها بزنن. من اینه حیف میدونم با یه تیر بمیریم، باید عذاب بکشیم. من اگر قدرت داشتم شما رو به سیخ کباب بکشونم، نمیذارم راحت بمیریم. نشینید، من بهتون میگم خیلی اوضای خطرناکی در پیشه. خود ترامپ برای نجات آمریکا آمده. وقتی یک رئیس جمهوری میاد برای نجات آمریکا، وای به حال ما که نتونیم خودمون رو نجات بدیم. من حرفم من اینه. به قدری به ملت زجر دادین، عذاب دادین، چه داخل چه بیرون مرزی ها، که اصلا خونشون جوش اومده که خون شما رو بمیکن. اینجاست ملت بخواد خون شما رو بمیگه، برای چی رئیس جمهور قلابی میشین؟ از اون روز بترسین، خون شما رو میمیکن و توپ تو دهن خامنه‌ای و خامنه‌ای خواهند ریخت. خیلی مهمم این دین من با افرادی که دارم صحبت میکنم، واقعا مردم بیزار در گرفتاری. صحبت ها زیاده، من نمیخوام وقت زیادی رو بگیرم، ولی این ملت ما هم که این روزها رو صحبت کنیم برامون آسون نیست و با حقیقت هیچ کس هم ترس و وحشتی هم ندارم و جز و هیچ گروه هم نیستم. قلبم ایرانه، قلبم خاندان پهلویه. من چیز دیگه نمیدونم. اینجاست من ملاقاتی با رومینا دارم که ارتباط با شاهزاده داره و کارهای بزرگی رو در مقابل این کارها کرده. تمام راه به ما یا وجود ایشون بوده، ایشون یک دکتر، یک وکیل به تمام معناش و به شخص واقعیت داره که این شخص چقدر دید و روشنی داره و چه کارهایی میکنه. من از دونه این افراد که وطن پرستن تشکر میکنم و عشق میدم، به خاطر که واقعا اینا عاشق ملت و وطن و خاک و دم تشکر. من هم مانند اونا در یک قد قربت نشستیم و داد از میهن میزنیم، داد از ملت میزنیم، داد از درد ملت میزنیم. من نیومدم از کسی پولی بگیرم و کسی کاری کنم. رو پای خودم، رو اصول خودم، قدرت خودم واسدم دارم قدم بردم. امروز سعید خواننده اومد، من نشست بودم کاپوچینویی بخورم، یکی اومد با
آقا من جون دم سعیده. آقا کلی دیدار قشنگی رو کردیم. از من تعریف کرد. گفت من فکر نمیکردم شما انقدر بدتم پرست بشین رو رک باشین و مشامت حرفاتو بزنید. بدم من کسی نیستم. من یک کوچیکم. گفت من درباره شما شعور دیگه فکر میکردم. گفتم اون دید شما. گفت الان ما کوچیک شماییم. ما مخلصیم. من یه عشق قشنگی رو به هم دادیم. و واقعا سعید دمت گرد که اومدی با من سلام علیه کردی. من توقعی هیچ کس دارم. از هیچ خورر به هم دیگه. که بیاد با من سلام علیه کنه. سعید که اصلا من کاری براش نکردم، ولی اونایی هم که کاری کردن اگر خوش هم ندن سلام هم نکنن مهم نیست. من خدای خودم دارم و عشق وطنم در زندگی خودم دارم قدم برمیدارم و کارهایی رو داریم به ثمر میرسونیم که بتونیم تلنت‌های جدید ایرانی رو بتونیم بیاریم در مقابل تلنت‌های دنیایی. چون مال من تلنت شو اینترنشنال فقط ایرانی نیست، اشتباه نکنید، که بتونن ارزنام کنن و بتونن در دنیا شناخته بشن، کمپانی سونی ببینه انتخاب کنن. همه اینا هست، قدم های بزرگیست برای تلنت های جدید و ما به زودی اینا رو تاپ تن و تاپ تنی براشون میذاریم که ملت رای بدن کدومشون is the best و who's the next تاپ تنی نشون خواهد داد در ایرانی ها چی داریم. یک بلا بگذاریم، پروژه ها زیاده، قدم ها سنگینه. دوست دارم دوست دارم تموم دنیا هم بیان، توی انتخابم، آره توی انتخابم، ای جونم، عمرم، نفسم، عشقم، شدی همه کسم، وای که چه خوش عشقی، زیبا زیبا خیلی کوچیکه دنیا دنیا، چه در دل من چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو به خاطر تو. من آرزو دارم برای همه سلامتی با دید باز، با عشق فراوان به هم دیگه نگاه کنیم، دست به دست هم بدیم ملت ایران رو و خاک اون رو نجات بدیم. ای ایران من، ای عشق من، زنده باد شاهنشاه پهلوی دوممون و پرنسس یاسمینمون. جاوید باد زن زندگی آزادی، جاوید باد پرچم شیر خورشید ایران. مرگ بر لعنتی های جمهوری اسلامی دروغگو.